دکتر هوبان شما داشتین راجع به آتروس میگفتین که چند تا علت شاید داشته باشه یا دلیل، میتونیم به ما بگین چند تا از این دلیل ها شاید چی باشه؟ دلایلی که میتونیم ما دچار آتروس بشیم، ببین اولا یه مقدار یادم قبلا ازم پرسیدی که مثلا موارد ژنتیکی چقدر تاثیر داره، که همیشه تاثیر داره، منتها اون روش زندگی ما هستش که خیلی میتونه بیشتر تاثیرگذار بشه توی به وجود آوردن یک بیماری. مثلا گفتین غذا خوردن، مثلا آرتروز، بله مثلا نوع غذاها که جلسه صحبت کردیم، مثلا شکر، مثلا غذاهایی که اینفلمیشن کاز میکنه چیه؟ گفتیم اون دفعه شکر، کافئین، الکل و غیره. منتها یک خانواده از غذاها هستن به نام نایت شیدز، بله، که نایت شیدز شامل گوجه فرنگی، بادمجان، سیب زمینی و فلفل، از این فلفل‌های دلمه‌ای، بله، که اینها میتونن تقریبا در 35% اشخاصی که آرتروز دارن این آرتروز اینا رو به شدیدش بکنن، و اگر از اینها دوری بکنن 1% خیلی بالایی از آرتروزشون کم میشه. نایت شید فامیلی که گفتم سیب زمینی، بادمجان، گوجه فرنگی و فلفل. و اینا چی هستش توش که اینقدر شدید؟ همه اینها یک ماده به خصوص داره که میتونه ایجاد اینفلمیشن، نه در همه، بله، در بعضی از اشخاص، گفتم حدود 35% اشخاصی که آرتروز دارن اینو امتحان کنن، بله. چون نشون داده که میشه متخصص که ببینن که اگه این غذاها افکت میکنه یا میتونن خودشون هم امتحان کنن، ازش دوری کنن، بله. یه ما دو ما سه ما دوری کنن ببینن بله چه جوری میشه، بله. خیلی موقع آرتروز میتونه به خاطر مسمومیت‌های فلزی باشه، یعنی هیوی متال تاکسیسیتی، بله، که مثلا میتونه جیوه باشه، آلومینیوم باشه و به هر حال سرب باشه و فلزات مسموم دیگه. و اینا چجوری مشخص میشه؟ بله. خب اولا توی بدن خب بستگی داره، اگه مثلا جیبه باشه خب از این پر کردنی های دندون و به هر حال ماهی ها و چیزایی که در ماهی هایی که توی دریا، بله، پر از جیبه هستن، بله. سرب باشه خب از رنگ هایی که استفاده میشه و خیلی از موادی که مثلا انوایرمنتمون، دقیقاً انوایرمنت هستش. آلومینیوم هم که خب دیگه توی این سپری های زیر بغل و ظرف های آلومینیومی و کن و یا شما چی فکر میکنین راجع به این فویل آلومینیوم یا اونها غذا درست کردن؟ خیلی دوست، دقیقا اونها رو ببینید، تمام اینا رو میتونه لیچ بود، هنوز هم استفاده میکنی؟ همیشه همه چی ما میذارم روی آلومینیوم فویل و میپذیش؟ بله. خب خیلی کار خوبه که پنمو پروتکت کنه. نه این کار نکن خواهش میکنم، به خاطر اینکه وقتی که داغ میشه تمام این مواد رو لیچ میکنه توی غذا، بله. مثل پلاستیک که داغ بشه مثلا، بله، پلاستیک که داغش میکنی چجوری میشه؟ آلومینیوم هم به همون صورته. یا مثلا بخوام یه سیب زمینی درست کنم میبندمش؟ نه 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 این کار نکن، نه این کار خواهش میکنم، برای که واقعا آلومینیوم میتونه به خودش بگیره. بله. خب چقدر خوب شد که من امروز اینو یاد گرفتم. درست. حالا دلایل دیگه اش میتونی تو برنامه مختلف سن به خودم سن میدم، درست گفتم؟ پویزنینگ میکنی خودت. خب حالا از این به بعد دیگه مواظب باش. مرسی دکتر رومان.